الله الرحمن الرحیم یا من هو الى من احبه قریب تقدیم میکنیم کنیم سبت های گلی از سلوات بر دردانه های خلقت حضرت پیامبر خاتم و خاندان پاک و متحر ایشان سلوات الله علیهم اجمعین عرض سلام و درود ویژه به روی ماه یکایک یک شما زیبادلان شما رهپویان راه معرفت در خدمت شما بزرگواران هستیم شاکر همه نعمت های الهی هستیم از جمله نعمت خدمتگذاری به شما بزرگواران توفیق دارم بنده با عنوان مجری میزبان شما عزیزان باشم در قسمت دیگری از برنامه به وقت بیداری که به صورت زنده و مستقیم از بستر جهانی هادی خدمت شما عزیزان تقدیم میشه امیدوار هستیم در این برنامه هم بتوانیم آنچه که عزیزان همکار ما آماده کردند و آنچه که امیدواریم در این برنامه به بهترین نفر رخ دهد تقدیم شما بزرگواران بکنیم مورد پسند شما واقع شود و انشالله همچنان این برنامه و برنامه های دیگری که از این شبکه پخش میشه مورد عنایت شما عزیزان واقع شود در برنامه امشب همانطور که در چهارشنبه شب گذشته حتما مطلع هستید در خدمت اندیشمند معارف اسلامی جناب استاد رزوی هستیم در ادامه مباحث مصادیق معروف و منکر جناب استاد سلام علیکم شب سلام شما بخیر در خدمت شما شک هستیم سلام داشته باشین خدمت بینندگان عزیز و انشاءالله بحث شروع خواهیم کرد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا لا تعدبنا به اقوتک عرض سلام دارم محضر همه بینندگان عزیز امیدوارم انشاالله در پناه خداوند متعال سلامت و دور از همه گزندها ها باشن. استاد عزیز بسیار خوشحال هستم امشب هم در یک چهارشنبه دیگر با برنامه به وقت بیداری بنده به عنوان میزبان در خدمت شما هستیم به نمایندگی از همه بزرگوارانی که برنامه در لحظه مشاهده میکنن استاد رسیدیم به بحث تعدیب در هفته گذشته مباحث بسیار ارزشمندی از کلام حضرت عالی ما یاد گرفتیم و انشاءالله امشب میخواییم در ادامه بحث تعدیب از مصادیق معروف و منکر در بخش تنبیه در خدمت شما باشیم انشاءالله همچنان از کلام ساده و روان و متنفیز حضرت عالی استفاده بکنیم و حتما هم عزیزان پیشنهاد بتن به تمامی دوستان و اقارب خودشان تا این برنامه را چه در پخش زنده و چه در فضای مجازی در پخش های مجدد استاد عزیز مقدمه داریم در خدمت شما هست بله قبل از این که آغاز بحث داشته باشیم یک مقدمه را به عنوان تعبیر ما طلبا یک اشکال لازم است که برای آماده سازی ذهنها خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کنیم مقدمه این است که اکثرا اینطوری مطرح میشه که تعدیب کردن یا لطکوب کردن گوشمالی کردن یا به تعبیر ما زدنی که مجوز شرعی داره مخالف با آزادی فردی و اجتماعی اینا مخصوصا کسانی که دنبال یک شبهه افغانی در مسائل دینی هست بیشتر مطرح میکنند. میگن اسلام چطور مجوز تعدیب دیگرا را صادر کرده و مجوزش را نافذ دانسته در حالی که اینطوری نیست ما اگر در, در طول تاریخ مراجعه کنیم هیچ گاه هیچ انسانی شاید نباشه که آزادی مطلق را تجویز کرده باشه حتی کسانی که اینها مسلک هم برای خودشان ندارن مادی مسلکه به تعبیر ما فکر طبیعی دارن دین خدا مقدسات آین و اینها را اصلا پایبند نیست آزادی مطلق را هیچ وقت تجویز نمیکنن برای اینکه آزادی مطلق آزادی نیست در حقیقت پا گذاشتن روی آزادی های دیگران یا به تعبیر دیگر حقیقتا بشه بگیم شرارت است و منافی عدالت و زندگی مدنی انسان ها و زندگی اجتماعی انسان ها ازا ما در طول تاریخ در طول تاریخ انسان میبینیم بشر آمده به توسط فکر خودش برای اینکه که آزادی ها را قانونی کنه قانون وضع کردن در طول تاریخ همه انسان ها از زمانی که تاریخ مدون انسان در کره خاکی هست و در دسترس همگان تاریخ برای خودش قانون انسان تا برای خودش قانون وضع کرده و قانون داشته برای اینکه اگر انسان لجام گذشته باشه گز... لجام گذشته گز... باشه اونطوری که کسانی که مگه آزادی مطلق مجوز داره خب حقیقتا اینها پار روی قوانین دیگران ها میگذاره اجتماع را در هم مرزه ظلم فساد و تعدی زیاد میشه شما فرض بفرمایید ما در بین اجتماع کسان را داشته باشیم که اینا پایبند به آزادی مطلق باشه برهنه در بین مردم راه بره یا با شیوه های نامناسب به خاطر ایفای حق خودش نسبت به حقوق دیگران تجاوز کنه چون آزادی مطلق معیارش همین دیگه که انسان هر چی در جامعه دلش خواست اینا این به طور لجام انجام بده بدون اینکه پایبند به مقررات باشه این میشه در حقیقت یک شرارت مدنی و اجتماعی اگر همه انسان ها به همین و زندگی کنه خب دیگه سنگ به تعبیر ما روی سنگ بند نمیشه لذاست به خاطر این آزادی مطلق کلا منتفیه یعنی نه عقل تجویز میکنه این مطلب را نه ادیان الهی و نه عقلا هیچ کدام اینها آزادی مطلق را تجویز نکردن لذا ما میگیم آزادی مطلق مخصوصا در ادیان اصلا دامنش منتفی است و از بین رفته چون هیچ عاقلی به این صورت فکر نمیکنم حالا ما میاییم آزادی رو یک مقدار مقیدش میکنون طوری که ادیان آمده مقید کرده این در واقع مقید کردن آزادی نیست آزادی است که هماهنگ با فطرت انسان و نظام اجتماعی زندگی انسان باشه لذا ادیان آمده قیدهایی را نسبت به آزادی مطلق بیان کرده دین مقدس اسلام در این زمینه معیار آزادی را پایبندی به تعداد از اخلاق و مقررات میدانه دین اسلام میگه آزادی یعنی نفی بندگی غرایز شهوانی آزادی یعنی داشتن معنویت که با این معنویت شما هم حق خودت رو میتونی حفظ کنی و ایفا کنی هم حق دیگرا رو میتونی و جای خودش ایفا کنی و در حقیقت این آزادی مشه یکی از رسمانهای محکم عدالت اجتماعی در زندگی انسان لذا میبینیم آیات قرآن آمده میگه الذین یتبعون رسول النبی الامی کسانی که از پیغمبر اینها پیروی میکنند پیغمبری که با معیارهای خاص ما اینها را آمدیم بسا فرستادیم برای هدایت انسانها برای که انسانها رهایی پیدا کنه از بند اون اسارت های نفس که در حقیقت میشه آزادی این پیغمبر با خصوصیات آمده یعمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر یکی از اهداف پیغمبر اینه که امر به معروف و نهی از منکر کنه که مصداق حقیقیش مسئله مورد بحث مایه، ما کسانی را که به نحوی آزادی دیگران را زیر پا میگذاره به نحوی آزادی خودش قربانی خواسته های درونی و نفسانیش بشه باید اون تن تنبهش تن کنیم از خواب غفلت خواب گران غفلت بیدارش کنیم و در نتیجه اگر راههایی که مناسب است برای زدودن این غفلت ها کار آمد نبود اونجاست نیاز به تعدیب نیاز به تعدیب گشمالی کردن جزا دادن لطکوب کردن اما نه به میار لخره خاصی که ما خود ما در نظر میگیریم بر اساس مقررات قانونی البته ای که میگیم لتوکوب کردن این کلمه خیلی یک کلمه بغرنجیه مردم یا کسانی که میبینن و میشنون فکر میکنن که اسلام مجوز صادر کرده برای هر نحو زدن این طوری اصلا نیست که خب در آینده ما اینا انشالله بحث میکنیم لذا ببینید دین مقدس اسلام آمده آزادی را با هایی که در حقیقت اون قیود مقوم آزادی است معیار زندگی دینی و اجتماعی قرار داده لذا آیه قرآن میفرماید و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم پیغمبر خصوصیاتش آمدن برای هدایت انسان ها امر به معروف و نهی از منکر حلال کردن پاکی ها حرام کردن خبائس و امثال اینها از معیارهای دینی بوده و یکی از کاری که پیغمبر کرد قید آزادی را آمد برای انسان ها بیان کرد آزادی اسلامی را برای مردم دامنش را باز کرد آیه میگه یزع عنهم اسرهم پیغمبر آمده تا اینکه اون بار گران گناه را بار گران نفاق را بار گران اختناق را بار گران جاهلیت را بار گران بهویتی انسان را که اون آزادی مطلق باشه آمده چیکار کرده برای انسانها بیان کرده تا انسانها ای بار گران از عهدهش افگنده شوه و همچنین ول الاغلال اللتی کانت علیهم اون غولهای اسارت غولهای بندگی غولهای آزادی مطلق که در حقیقت اون بندگی هواهای نفس هست را این آمده دین اسلام چیکار کرده معیار خاصی برایش قائل شده لذا با این وسیله آمده آزادی را برای انسان ها تبیین کرده و یکی از راه های آزادی اینه که شما در معنویت خودت کوتاهی نکنی اگر معنویت را زیر پا گذاشتی دیانت را کسی زیر پا گذاشت اخلاق را کسی زیر پا گذاشت و زیر بار تربیت دینی نرفت اینجا نوبت میرسه به تعدیب کردن که خب بالاخره لازمه زندگی دینی اخلاقی و مدنی و اجتماعی انسان اگر انسان بی بند بار باشه آزادی در حقیقت آزادی نیست بلکه خلاف آزادی و زیر پا گذاشتن اون عدالت اجتماعی که در زندگی اجتماعی انسان لازمه و باید باشه این مقدمه بود که در حقیقت برای دفع یک ذهنیت خاص برای بعضی ها این ما خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم خدا خیرتون بده استاد ما به یک جمله نتیجه رسیدم از مقدمه بسیار مفصل و دقیق حضرت عالی ای که در واقع تعدیب وسیله است برای بازگرداندن انسان به آزادی های اصیل و فطری خودش بله. در واقع ما اگر در طول زندگی اجتماعی خودمان چه در خانواده چه در اجتماعات بزرگتر اگر دچار یک سری انحرافات و کجروی میشیم اگر متاسفانه آزادی را چیزهای دیگری میبینیم آزادی را به بندوباری نوز بالله به قید بودن بیبار بودن و اینطور چیزها میبینیم شاید بعضی اوقات تعدیب کردن البته تعدیبی که با شرایط و با مجوزهای اسلامی آنچه که دین ما به ما یاد داده انجام شده ما را برخواهد گرداند و آنچه که اصالت داره در ما آن آزادی که با عقل و فطرت ما جور است تنظیم شده است و انشالله ما همه ای ما برگردیم به این آزادی نتیجه عزیز... گیری مناسب و خوبه بود استاد عزیز اجزا میتونیم ما پول ارتباطی در همین ابتدا اعلام بکنیم و انشالله در خدمت شما باشیم در بحثی که امشب انشالله میخواییم در مورد جواز تعدیب از شما چیزهایی را یاد بگیریم بفرمایید. مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی ما و شما پل ارتباطی که همه شما بزرگواران یاد دارین در گوشی های خودتان این پل ارتباطی را ذخیره کردین با واتساپ برنامه در ارتباط هستین فایل های صوتی متنی و تصویری خودتان همیشه برای برنامه خودشان روان میکنین خدا خیرتون بده هر جا هستین ان جور باشین هر جا هستین در ارتباطاتی که با برنامه خودتان می‌گیرین سعی کنید حتما حتما از انتقاد بکنید از عوامل سازنده بالاخره برای ما راهگشا هست انتقادات از کارشناسان محترم تشکری داشته باشین بسیار زحمت میکشن برای برنامه ها بسیار وقت می‌گذارن برای موضوعات برنامه در همه شب ها و مخصوصا شب که ما در خدمت جناب استاد رضوی هستیم همچنان با بحث تعدیب از مصادیق معروف و منکر در خدمت جناب استاد رضوی عزیز هستیم استاد عزیز موارد جواز تعدیب ظاهرا میخواییم این ادامه بیدیم در خدمت شما بله موارد جواز تعدیب در دین اسلام در دسته های خاصی از افراد باید صورت بگیره انسان حق نداره همه انسان ها را تأدیب کنه چون دین اسلام معیارهای خاصی را برای تعدیب کردن قرار داده یعنی کیفر دادن کلن دستبندی میشه مراحل از تعدیب ها هست که اینا مثل قصاص هست و بعد نوبت میرسه به حدود و تعذیرات اینها معیارهای خاص خودش را داره خب در مراحل بالای بزه های اجتماعی انسان باید از اونها استفاده کنم اما تعدیب یک مرحله پایین نسبت به اونایی که خدمت شما بینندگان عزیز عرض کردیم لذا یک معیار خاص خودش را داره تعدیب در دین اسلام در حدود پنج شیش دسته از افراد مجوز داره اما در بقیه تعدیب کردن مجوز نداره بلکه نوبت میرسه به کیفرهای دیگری که بالاتر از تعدیبه یکی از مواردش همونطور که در بحثهای قبلا قبلی در مسئله تنبه و مسائل تنبه عرض کردیم در مورد قافلینه کسانی که اینها غفلت میورزند از اون چیزهایی که معیار و ارزش دینی و اخلاقی و اجتماعی داره مثلا شما فرض بفرمایید کسی نماز خودش رو ترک میکنه پرداخت زکات نداره پرداخت خمس نداره یا داشته اما با غفلت ها با گرفتاری های دنیوی و برنامه های دیگر اینها را آماده ترک کرده در اینجا نوبت میرسه که ما اون شخص را اگر از اون مراحل خاص قفلت که ذکر کردیم عبور کرد تعدیبش کنیم همونطوری که در بحث های قبلی عرض کردیم لذا حضرت علی علیه السلام میفرمایند پیغمبر به من وصیت کرد فرمود یا علی حدیث طولانیه تو ادب نفسک و اهلک و ولدک و جیرانه که علا حسب طاقه ببینید اینجا پیغمبر در وصیت خودش به حضرت علی علیه السلام نکته بسیار جالب را بیان کرده و در مورد بیدار کردن و تعدیب کردن از غفلت اینطور نیست که این تعدیب تعدیب معنوی باشه با حرف باشه بلکه حضرت می فرماید علا حسب طاقه این حسب طاقه یک معیار تعدیب فیزیکی را برای ما میرسانه یعنی به مقدار توان هر شخص چی نفس خودیت باشه که خب حالا معیار خاص خودش داره از نفس خودت اگر گذشتی اهلت را و بچه هایت را و حتی همسایه هایت را به مقدار طاقت و توان اینها میتونی تعدیبش کنی حالا ای که حدش چه مقدار هست ما انشالله بعدا این مطلب را عرض خواهیم کرد این مطلب اول مطلب دوم و مورد دوم از مصادیق جواز تعدیب که ما میتونیم اشخاص رو تعدیب کنیم تعداد از بزهکاران اجتماعی در زندگی است که اگر کسی ناهنجاری اخلاقی یا ناهنجاری اجتماعی را به جا آورد ما میتونیم اینه تعدیبش کنیم و به تعبیر دیگر کسانی که آمدن امر به معروف و نهی از منکر را ترک کردن در حقیقت این کارش به یک ناهنجاری دینی انجام میده یا به یک ناهنجاری اخلاقی منجر شده آمده در اجتماع آشوب بپا کرده خب اینجا بپا کردن آشوب یکی از منکرات که در دین اسلام نباید همچی کار را انجام بتیم معیار اصلیش در فضای مجازی است الان شما ببینید پیام های مختلف در فضای مجازی پخش میشه اکثر این پیام ها اشعای فحشا میکنه اکثر این پیام ها آشوب های عاطفی و اجتماعی را در بین انسان ها به وجود میاره خب این در حقیقت یک نوع بزهکاری اجتماعی یا برخلاف عرف و اخلاق و دیانت انسانه. انسان انسان میتونه کسان را که دارای همچی انگیزه های در فضای مجازی باشه اگر اینها اون مراتب تنبه را متوجه نشد تعدیبش کنه حقیقتا دست به تعدیب بزنه چرا همچی کار را میکنه در بین جامعه اسلامی شای فحشا میکنه در بین جامعه اسلامی در فضای مجازی خیلی اتفاق میفته خیلی کسا را ما داریم الان اگر فضای مجازی رو وارد شیم صدها بلکه هزارا کلیپ انسان ها میلیون ها کلیپ انسان میبینه که میبینی توسط اشخاص اینها در جامعه پخش بشه در دست جوانان ما میرسه در دست دختران پسر و بالاخره جوان ما میرسه بین همسرها تقسیم بشه بین همه افراد جامعه دیگه الان موبایل و کلیپ ها در اختیار همگان هست و فضای مجازی هم یک فضای بازش باز شده یکی از مصادیقش تعدیب کردن برای کسان که ها به ذهکاری های مجازی رو به تعبیر ما به میاره که خودشان در موارد انجام دهنده منکر و ترک کننده معارف الهی و معروف های الهی است مورد دیگرش که ما قبلا هم به او اشاره کردیم و حقیقتا مصداق سوم جواز تعدیب میشه یعنی در این مورد ما میتونیم از تعدیب استفاده کنیم که ما قبلا اینو اشاره کردیم نشوز است که خب بالاخره خانم در خانه تمکین نمیکنه از زوجی خودش در موارد خاصی که نیاز به تمکین داره که خب آیه مبارکه را هم خواندیم ولاتی تخافون نشوزهن فعیزهن اول نصیحتش کنید اینها را وحجورهن فی المزاجع بعد قهر کنید با اینها در خوابگاه ها و مزاجهشان و اگر نشود آیه مبارکه است خوب وزری بخون ندی نوبت آخر مرسه به تعدیب کردن و این مورد در حقیقت مورد سوم است که نص آیه مبارکه در این مورد در مورد حاد خودش ما را اشاره کرده به تعدیب کردن نمونه دیگرش کودکان است که ما اونها را تعلیم متیم. معلم ها میتونن کودکان را در موارد خاص و به تعداد خاص برای که چشم ترسانی کنه به تعبیر ما. اینها را وادار کنه و تعلیم و تعدیب مجوز داره برای این که خب انسان تعدیب فیزیکی و تعدیب بدنی و به تعبیر ما گوشمالگکی و لتو کپکی داشته باشه لذا حضرت علی علیه و السلام میفرماید در روایت انه کان یزرب به سوت به سوت و به نصف سوت و به بعضیهی حضرت علی وقتی دخترها و بچه هایی را که کارای ناهنجار را انجام میداد خدمتشان می آوردن می گفتن این مرتکبی عمل خلاف شده تعدیبش میکرد حضرت در حقیقت یک نصف تازیانه را همینطوری تازیانه را در دست خودش میگرفت از وسطش یا از اون سر تازیانه نزدیک به سر تازیانه اینه میگرفت و بالاخره یک تعدیبه که میکرد به این بچه یا دختری که نابالغ بود این مورد مورد چهارمه که در مورد خودش ما میتونیم از ای استفاده کنیم در مدارس در مکاتب و امثال اینها البته همونطوری که ما این قبلا عرض کردیم معیار خاص داره بعد فتاوی را انشاءالله ذکر میکنیم که امشان. مقدار این تعدیب کردن به چی حدی میتونه باشه اینطوری آزادی مطلق ما در مورد تعدیب کردن قطعا نداریم استاد عجمت اجازه میتین مورد پنجم باشه بره بعد از میان برنامه که عزیزان آماده کردن بفرماید. تشکر میکنیم خواهش میکنم. بسیار کوتاه میان برنامه کرزیزان ما در اتاق فرمان آماده کردن با هم میبینیم میشنویم و باز خواهیم گشت خدمت شما بزرگ پاران اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو خداوندا زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند در میان چنین حیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن میگوید دشوار است خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روز مره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای ترا را که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستیم و قرار و آرام دلهای بیقرار من جستو چه جوییم و جستو کرا خانیم که همه توی و جستو همه هیچ تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم در انتظار نفس بعدی می مانم. یعنی به تو امید دارم خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین به بندگی نرسد بنده به پای علی قلم چه آجز و لال است در سنای علی محب آل علیم خوشم که اثبات محب آل علیم خوشم که اثبات حلال زادگی من بود به پای علی علی امام من است و تمام عمرم را شوم غلام کسی که بود گدای علی قسم به شأن ید الله فوق ایدیهم قبول حق نشود سجده بی ولاوی علی پیامبران که نه پیامبران که نه از جبرئیل خواهش کن بپرسد از خود ایزد از ابتدای علی نبی پس از شب معراج با تبسم گفت نشسته بین حجاهای رب صدای علی اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران مجددا در خدمت شما هستیم همچنان در محضر جناب استاد رزوی بزرگوار و مبحث تعدیب استاد ظاهرا جواز پنجم موارد جواز تعدیب و شماره پنج مان در خدمت شما موارد جواز تنبیه را تعدادش را ذکر کردیم موارد پنجم تو شما فرمودید کلا محجوری نه یعنی کسانی که به نحو ممنوع از تصرفات شده مثل دیوانه ها مثلا مثل انسانهایی که اینها عقل ندارن صفه هن نمیتونن در مال خودشان تصرف کنن و مورد دیگرش ایتام هست ما میتونیم ایتام را اون اولیاء ایتام برای که خب اینا را تربیت کنن به نحوه تعدیبش کنن و همچنین است بنده ها که خب حالا مورد و مصداق فعلا در جامعه اسلامی نداره مولای بنده میتونه بنده خودش را به قدر نیاز تعدیب کنه اونطوری که در روایت هست حضرت علی, علی ابن مصر علیه آلاف فتحیت و سنا در جای امرای اصحابش بود و یکی از اصحاب امرایش بود مگه بعد از این که ما از مصاحبت با آقا فارغ شدیم آقا ما رو با خودش دعوت کرد بیا بریم منزل رفتیم اونجا دیدیم کنیزا و بنده های اونجا هست مشغول کاره دیدیم یک شخصی خب آقا گفتی کیه گفتن ما یک کسی رو کرایه کردیم آوردیم اینجا با ما همکاری کنه بعد حضرت فرمودن که آیا کرایه این قطع کردین امرش مقاطعه کردین یعنی معین کردید که چقدر به کرایه پرداخت کنید در قبال این کارش اینا گفتن نه بنده خدا رو ما آوردیم امرای ما همکاری میکنه در آخر یک چیزی برایش پرداخت میکنیم حضرت بسیار ناراحت شد این آیه جعفر جعفری میگه که یک تازیانه ای را گرفتی غلاما را شروع کرد به تعدیب کردن در هر صورت اینها موارد است که ما میتونیم در تعدیب از اونها استفاده کنیم البته همانطور که همیشه و مکرر گفتیم اینها به خاطر حفظ مصالح اهم در زندگی فردی اجتماعی اخلاقی و دینی افراده به خاطر اینکه اینها را ما تشویق کنیم به سوی اون چیزی که باید بره در موارد اهم شارع و دین اسلام به ما تجویز کرده که شما میتونید از تعدیب استفاده کنید بسیار تشکر استاد عجمان در مورد شرایط تعدیب یک سوالی به ذهن بنده آمده که از محصر شما پرسان و بسارت. شاید مطلع خوب خوبی باشه برای سوال بعدی بنده اینکه که یک شخصی کسی دیگری ای رو تعدیب میکنه مانند پدری که فرزند خودش رو تعدیب میکنه یا معلمی که شاگرد خودش رو تعدیب میکنه چقدر احساسات درونی او شخص تعدیب کننده در این عملی که انجام میته دخیل هست چقدر تاثیرگذار گذار هست چقدر عصبانیت های او چقدر اینکه چه کار اشتباهی انجام داده که خاطر از او, او یک نفر دیگر تعدیب میکنه چقدر میتونه تاثیر داشته باشه تعدیب کردن به خاطر یک مصلحتی این مصلحت مربوط میشه به هدایت اون طرف هدایت کسی که ما می خوایم اون را تعدیب کنیم لذا در دین اسلام استفاده از احساسات عاطفی در تعدیب کردن کاملا ممنوع است عجب. نباید ما این کار را کنیم همانطوری که میگه در موارد خشم انسان نباید پدر مادر از تنبه کردن استفاده کنه علتش اینه که اگر ما بیایم با احساسات عاطفی خود ما با احساسات در درون ما هست طرف را بزنیم یا تعدیبش کنیم حقیقتا ما او را هدایت نکردیم بلکه اون عقده های روانی خود ما را آمدیم بسلا با انزجار با تعدیب کردن و زدن دیگرا بروز دادیم و اظهار کردیم لذا ما در حدیث داریم که حضرت فرمودند در حالت خشم اصلا همچی کاری را انجام نتید در حدیث هست در بهار 79 صفحه 107 حضرت پیغمبر فرمودن نه نبی عن الادب اندال غضب یک از موارد احساسات غذب انسانه انسان بعضی وقتها رو میبینی ناملایمتی در خانه پیش میه بچه رو میبینی شوخی میکنه به ادبی میکنه به بی‌احترامی میکنه به بی احترامی میکنه ما میبینیم در اینجا به خاطر اون حالت روانی که در ما ایجاد شده باید بچه رو تعدیبش کنیم در حالی که ما نباید همچه کار رو کنیم ما غذاب خدا فروکش بتیم بعد شروع کنیم بعد در وقت مناسب و در زمان مناسب و با, با اخلاق مناسب این بچه را هدایت کردن راهنماییش کنیم خب بابا شما چرا این کار را کردی چرا به احترامی کردی چرا شخصیت بابا را مادر را یا یک انسان دیگر به عنوان مهمان یا به عنوان مزبان شکستی و خوردش کردی؟ نباید همچه کار را ما انجام بدیم. لذا الان ما میبینیم بعضی ها به خاطر همی فرونشاندن خشم خودش غذب خودش اون عقده های روانی خودش بچه ها را تعدیب میکنن بنده حقیقتا دو تا کلیپ رو در فضای مجازی همین نزدیکات دیدم بنده خدای حدودا یک چوب یک متری را گرفته بچه را اونقدر میزنه کی بچه سر صدا میکنه، گریه میکنه، خودش از این طرف به اون طرف و از اون طرف به اون طرف میندازه. یا یک بنده خدای دیگر را دیدیم بچه را که شیرخوار بود، حقیقتا آمده اینطوری این را بغل میکنه، خب با دست خودش به صورت ای میزنه. بچه گریه میکنه. اینها های فرونشاندن خشم درونی و اون احساسات عاطفی شخص که اصلا از نظر دینی مجوز نداره و علمای روانشناسی و علوم تربیتی به این مطلب بسیار بسیار با نزاکت و بهتر پرداخته میگه اگر ما این کار را کنیم و اون احساسات عاطفی خود ما را در مورد تعدیب ازش استفاده کنیم عقده های روانی بسیار بسیار زشت را در بچه ها و اون کسی که ما به عنوان علب او را تعدیب کردیم به وجود میاریم فردا ای ها به صورت خشم به صورت غضب به صورت بد ها به صورت ضرب و شتم دیگرا در خارج بروز میکنند ما خیلی بچه ها را دیدیم که اینا ادب مناسب نشدن تعدیب مناسب نشدن وقتی روش کردن اینها دست به جنایت های بسیار کلانی زدن کسی را میشناسم که بنده خدا در کودکی خودش درست تعدیب نشد درست راهنمایی نشد از اون اقده روانی در زندگیش استفاده شد اگر کسی ادبش میکرد به خاطر او کارهایش هیچ این راهنمایی نمیکرد آمد به تعبیر ما در یک کتل راه را گرفت چند نفر به خاطر رسیدن به مال از بین برد بعد خودشم مهدور و دم و مورد قصاص قرار گرفت و بعدم متواری شد ها و سالها الان در حال اون تواری به سر ببره اینا به خاطر اینه که اکثرش ناشی از اون تعدیبهای نامناسب در زندگی بچه های که به صورت خشمها و به صورت اخده های روانی در زندگی فردی و زندگی اجتماعی اینها فردا بروز میکنه و ظاهر میشه لذا خلاصه و نتیجه جواب خدمت شما عرض کنیم باید حتما ابوین پدر و مادر یا هر کسی دیگری که کسی دیگر میخوای تعدیب کنه از احساسات عاطفی خودش در این مورد استفاده نکنه اخلاقا و نزاکتا هم هر عقلی ایره به انسان میفهمانه و هر عاقلی هم این نکتره درک میکنه که اگر ما میخوایم دیگران رو تربیت کنیم حقیقتا تربیتش کنیم راهنماییش کنیم هدایتش کنیم و مسائل اهم را برایش تفهیم کنیم نباید در مورد او از احساسات شخصی و عاطفی خود ما استفاده کنیم بلکه زمینه را آماده کنیم برای آینده های بهینه و خوب زندگی و هدایت اون شخصی که ما او را آمادیم تعدیبش کردیم چقدر ارزشمند است استاد این طرز نگاه دین اسلام حتی به این موارد ریز و ظاهرا جزئی که حتی در بحث تعدیب هم که ما شاید سرشار از احساسات درونی باشیم احساسات درونی ما می غلیان میکنه ما عصبانی هستیم ولی در همین حد هم ما باید کنترل بکنیم و فقط بحث تربیتی را دنبال بکنیم استاد میخواییم که با توجه به زمان باقی مانده از برنامه امشب به سرعت بیشتری نتیجه گیری بکنیم از بحث تعدیب در خدمت شما هست. بله رعایت خصوصیات افراد یکی از زمین های است که انسان در شرایط تعدیب باید رعایت کنه قوت بدنی افراد خب بعض وقتها ما تعدیب میکنیم اما نمیفهمیم این بچه بچه ای کوچیکه که طفل بله. نباید این زیاد بزنیم و طور اشاره بالاخره سن افراد ابعاد روحی و روانی عقلی افراد خب بچه ها متفاوتن اشخاص متفاوتن وقتی ما از تعدیب اضافه به استفاده میکنیم باید اون فهم ایره شعور ایره درک ایره تمیز ای آدم رو در نظر بگیریم تعدیب باید شرافتمندانه باشه با رعایت زوابیت عدالت باید ما این کار را انجام بتیم مشکلات خانوادگی افراد در نظر بگیریم بعضی ها میبینیم به ادبی میکنه چون داخل خانه زن باشه و شوهر خودش نزاکت هایی داره خب بالاخره این ناهنجاری ها سبب میشه که در خارج این بچه مثلا کسی که ما او رو تعدیب میکنیم اقله هایش را در خارج تباروز به ظاهر بسازه ما باید او حالات و روحیات خانوادگی رو در نظر بگیریم استمرار جرم را باید در نظر بگیریم یعنی وقتی ما کسی رو میخوایم تنبیه کنیم بایدی در حالت فعلی مشغول اون جرم و بزه و کاری باشه که بالاخره باید در مورد او تنبه شود مثلا بچه درس نمیخونده ولی الان شده درس خوان ما به اعتبار حالات قبلی هیچ وقت نمیتونیم این بچه را تعدیب کنیم تشفی خاطر همون مطلبی که شما گفتید بالاخره باید در نظر گرفته شود و رعایت حالات پنجگانه که ما قبلا در تعدیب گفتیم که باید اون مراحل را ما رعایت کنیم اینها شرایط بود در مورد تند... تعدیب لازمه اما مطلب دیگری که مقدار تنبیه باشه مقدار تعدیب باشه در اینجا چون مسئله مسئله شرعی هست بنده نظریات علمای فقه را و آیات اعظام را خدمت شما و بینندگان عزیز عرض میکنم حدودا اون چی که در مجموع قابل توجه هست سه چهار تا نظریه هست که اینها در فقه مورد لحاظ قرار گرفته و آیات اعظام در مورد اینها فتوا دادن حضرت آیت الله العظمای خویی در مسئله 285 تکمیل طول منهاج خودش میفرمایند لا بعث به ضرب سبی تعدیبا خمستن او ستتن معرفق یعنی پنج تا بالاخره کتکی تعدیبی ما میتونیم کسی را بچه را بزنیم اما شرطش اینه که با مدارا کردن باشه نه اینکه تا اون نهایت تعدیب را ما استفاده کنیم نهایت زور خود به تعبیر ما استفاده کنیم در تعدیب کردن اشخاص نه مگه با رفق با مدارا با محبت این یک نظریه است نظریه دوم که مرحوم محقق کرکی آمده اینه بیان کرده در جامع المقاصد خودش صفحه 287 جلد 7 صفحه 280 جلد 7 اشان میفرماید لهو ضرب المعتاد یعنی آقایی که تعدیب میکنه به قدر که عادت اقتضا میکنه عرف میپسنده به این مقدار میتونه اینه تعدیب کنه این در حقیقت نظریه دومه مرحوم شیخ توسی رحمت الله علیه هم تقریبا هم نظر با فتوای حضرت آیت الله العظمه فقیر سعید حضرت آیت الله ما خویی نظریه شان هست میگه 5 تا یا 6 تا تازیانه میتونیم بالاخره تعدیب صورت بگیره در نهایه و مبسوط خودش در هر دو کتاب خودش مرحوم شیخ توسی این مطلب را بیان کرده محقق در کتاب شرایع خودش میفرماید که راحت بیش از ده صوت در تعدیب از نظر فتوای ما است داره یعنی مکروه انسان بیش از ده تا تازیانه بر اساس روایت کهشون داره تعدیب رو انجام بده اما حضرت آیت الله مای سیستانی حفظه الله اشان می زدن به آرامی فقط سه ضربه اون هم با اجازه ولی میتونه انجام شد اما به شرطی که بدن قرمز نشه یا کبوت نشه و الا اگر تعدیب صورت بگیره و صورت مثلا در صورت کسی انسان بزنه این صورت یک مقدار کبود شوه یا قرمه شوه اینجا لازمه که دیه و در حقیقت اون خسارت را انسان پرداخت کنه اینها موارد فتاوی علما بود در مورد جواز تعدیب لذا کسانی که مقلد حضرت آیت الله علوز هستن در هر جا نمیتونه بیشتر از سه تا تازیانه اونم با اجازه ولی در تعدیب کردن ازش استفاده کنید که جایش هم سرخ نشه بله, لا. جایش هم سرخ نشه و الا دیه داره کبود نشه و الا دیه داره این فتاوی است که خلاصه اینها را خدمت شما و بینندگان عزیز عرض کردیم حالا فتاوی دیگری هم هست اما خیلی دیگه به اینها توجه نمیشه چون اینها اون شاخصه تعدیب را به دست ما میته که بالاخره مجوز شرعیش به این حده که انسان میتونه از این حد استفاده کنه و بیشتر از اون جایز نیست. استاد چه کسی میتونه تعدیب کنه؟ این هم دسته های خاصیه اول حاکم شهر میتونه تعدیب کنه. بعد ولی و جد پدری میتونه تعدیب کنه. معلم و معدیب میتونه تعدیب کنه. سرپرست ایتام میتونه تعدیب کنه. مولای بندگان، کسی چند تا کنیز داره چند تا بنده داره اینها میتونه تعدیب کنه و مهمتر از این اولیاء محجورینه یعنی کسانی که حالا این قضیه شاید فعلا خیلی در بطن جامعه ملموس باشه صوفه ها زیاد است مثلا کسانی که اینا نمیتونه در اموال خودش تصرف کنه و به خاطر اون کم عقلی یا نرسیدن به رشد و نرسیدن به تمیز دارای صفاحت اینها ولی داره اولیا میتونه اینها را به قدر که در فتاوی ذکر شده تعدیب کنند و از این مطلب بهره مسلحتی ببرند و اینها را هدایت کنند استاد با توجه به اینکه حدودا چهار دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم در مورد کیفیت تعدیب که کمی ما فرمایش داشته باشیم بله کیفیت تعدیب را حالا ما در شرایطش مقدار ذکر کردیم مثلا باید از زدن در جاهای حساس خودداری شوه. مثل صورت مثلا مثل بعضی جاهایی که اونجا واقعا حساس است که اگر انسان بزنه خب بند خدا ناکار میشه از بین میره یا بالاخره دوچار یک زرر بسیار قوی میشه این دیگه مسلحت تعدیب را کلا از بین میبره مسلحت حفظ جان دیگرا و حفظ نرسیدن به ضرر به دیگرا مهمتر از این تعدیب رعایت رفق و مدارا موجب سرخی نشه موجب, که کبودی نشه اینها چیزهایی است که در مسئله کیفیت تعدیب باید حتما ما اونها رو لحاظ کنیم یک ایک سوالی که همی الان در ذهن است که شما بسیار اشاره کردید بسیار تاکید داشتین که دین اسلام بسیار دقیق هست بسیار احتیاط میکنه در مورد کیفیت تعدیب شرایط تعدیب و اینکه چقدر با توجه به شرایط سنی و توان بدنی شخصی که مورد ادب قرار میگیره ما بتونیم این ت... نحوه ادب کردن خودمان همان گونه تنظیم کنیم گاهی اوقات بعضی از عزیزان اینقدر بسیار سهل و آسان تعدیب میکنن که طرف فکر میکنه که این شوخی میکنه و در واقع اون نقش تربیتی تعدیب فراموش میشه من دیدم که مثلا بعضی از بزرگواران گاهی اوقات شاید باید جدی باشن در لحظه تعدیب کمی شخصیتشان نگه دارن و در واقع طرف احساس بکنه که این واقعا عصبانی هست واقعا میخواه من ادب کنه ولی گای اوقات بعضی از افراد دیده میشه که سوء استفاده میکنن و در واقع اون شرایط اصلی تعدیب وجود نداره بله خب این کار کار درستی نیست در حقیقت بله. اینا دو تا ضرر زدن یک ضرر به خودشان زدن در حقیقت به اون هدفشان که اهمیت تعدیب باشه نرسیده کار دیگری که انجام گرفته خب طرف را به خودی آماده لطکوبش کرده گوشمالیش کرده از این کار چه فایده ای ببره چی نفی ببره غیر از دو تا ضرری که در اینجا مرتکب شده لذا یکی از چیزهایی که حقیقتا در تعدیب باید ما اینا لحاظ کنیم جدیت و مدیریت تعدیبه که با نحو خاصی و طوری که ما القا کنیم به طرف بگیم من از این کاری که تو انجام میدهی ناراحتم به خاطر این ما بیایم اینه تعدیبش کنیم و تعدیب به خاطر اون انجام بگیم استاد دقیقه پایانی و فرمایشات آخری شما در مورد بحث تعدیب خدمتتون ارز کنم که یکی از چیزهایی که حقیقتا دین اسلام به اون بسیار اهمیت داده این است که اگر ما کسی را تعدیب کردیم اما موجب کبودی شد موجب ضرر شد اینجا حتما باید بالاخره طرف را ما زامین بدانیم و فقها ها آمدن به این مطلب تصریح کردن لذا مرحوم صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 445 می فرماید سرح غیر واحدین به زمان المعلم اگر معلم کسی را تعدیب کنه اینجا زامینه بعد عبارتش طولانیه در آخرش میفرماید علا ما تجاوز المعتاد فی تعدیب خطعا اگر از قدر متعارف اونم خطایی بگذره نه اینکه که همطوری عمدن بزنه و الا اونجا مسلما نباید این کار رو انجام میداد و در نهایت نتیجه یکی از بحث تنبه ما گرفتیم بیدار کردن از قفلت وظیفه عمومی انسان هاست مراحل قفلت را باید ما رعایت کنیم و آخرین مرحلهش تعدیب است که برای حفظ مسئله اهم ما میتانیم در موارد خاصی که خدمت شما و بیندگان از ارز کردیم از تعدیب کردن استفاده کنیم تا زمینه های اخلاق مناسب در افراد و جامعه فراهم شود دین اسلام به این مطلب توجه بسیار خاصی داره خدا خیرت می دوستد من دوست دارم امشب در آخر بحث تعدیب و تنبیه دعای بفرمایید اللهم اجل ولی کل الله ها همه ما را از غفلت ها بیدار کن الهیم. جوانان ما دختران و پسران اینها را همت نجات از غفلت های فردی و اجتماعی برایشان عنایت بفرما الهی خدا خیرتون بده سلامت باشید عزیزان بیننده با شما بودیم بسیار خوب بودی همراهی شما انشالله که در برنامه های بعدی هم همچنان نگاه مهربان و منتقد و سازنده شما بزرگواران با ما همراه باشه تشکر میکنیم انشالله که در بهترین حالات خودتان در بندگی خداوند باشید بنده و همه خدمتگذاران خودتان در رسانه جهانی هادی تیوی از دعای خیر خودتان فراموش نکنید برنامه رو به پایان میبریم با دعای همیشگی خدما الله من هذا منك ومن رسولك ومن حجتك